سلام بچه ها، به روستمیکس خوش اومدین. امروز میخوایم براتون یه دونه انباکسینگ خیلی حرفه‌ای داشته باشیم. میدونین که میکروفون رود وایرلس گو 2 بهترین میکروفون برای صدا برداری تو فضاهای باز هستش، که خدمت عرض کنم که بردش خیلی زیاده، از ویندوز 10 به بالا کار میکنه، به موبایل وصل میشه، به دوربین وصل میشه، دو تا کانال وایرلس داره، 2.4 گیگاهرتز، آیفون و آیپد و آیپاد همش وصل میشه فور USB-C دیوایس، بعد دیوایس های USB-C هم وصل میشه. داخلش دوتا میکروفون داره، یه دونه گیرنده داره، سه تا صدای باد، همون چیزی که صدای باد رو میگیره داره، سه تا USB-C داره، یه دونه هم کابل 3.5 میلیمتر TRS کیبل، یه دونه هم کیف با خودش داره. همونطور که میدونید بهترین کیفیت صدا تو فضای باز از طریق همین رود گو 2 استفاده میشه. حالا من با این پکیج یه دونه دسته میکروفونش رو خریدم که اینو میتونی داخل اون قرار بدی و مثلا تو مسافرت یه جایی هستی به عنوان حالا یه میکروفون گزارشگری یا میکروفونی که بذاری جلوت باهاش صحبت کنی خریداری کردیم که از اون هم سن. حالا اینو برای تو میگم، اینا تو ایران همه باز میشه، برای اینکه از ایران خریداری میشه برای اون میفرستن و تست میشه. ببینیم که داخلش چی هست. خیلی میکروفون با کیفیتیه و اغلب یوتیوبرهای حرفه‌ای میدونید که از این میکروفون استفاده میکنن برای صحبت کردن، کیفیت خیلی بالایی داره. بله، این همون کابلی هستش که به انواع دوربین و چیزایی که خدمت تو عرض کنم که کابل قدیمی صدا میخوره، کاتالوگ داره که حالا اینو بعدا مطالعه میکنیم. خب این توی چی داره؟ بله کیفش، بله کیف داره. خب جمعه رو که باز میکنی همونطور که خدمتون گفتم این گیرنده اصلیشه، این دوتا میکروفون هاشه. بله همونطور که میبینید اینجا فضای میکروفون دارن، این گیرنده شه و وزن زیادی هم داره، برخلاف جسته کوچکش وزنش خیلی زیاده و میگن که بردش 100 تا 200 متر، حتی بدونه یعنی پشت دیوار نباید قرار بگیری، بدون دیوار 100 یا 200 متر برد داره. خوراک مثلا اینایی که دوربین مخفی میخوان بگیرن و اینجور کارا میخوان انجام بدن، این خوراک اون است. حالا باید روشنش کنیم. ببینید حالا اینجا نشون میده که خود دستگاه باتری داره، ولی اون دوتا رو ببینیم اونا باتری دارن. ما اینو میخواییم وصلش بکنیم به گوپرو، ببینیم کیفیتش، کیفیت صداش بهتر میشه یا نه. بله تا اینو روشن کردم، حتی باتریش کمه ولی خیلی سریع کانکت شد و کار کرد. اجازه بدین من به گوپرو وصلش کنم. فکر کنم به گوپرو با این سیم وصل بشه.
خب بچه ها تو ادامه همون فیلم الان رودگوتو رو به گوپرو وصل کردیم، داریم امتحان میکنیم ببینیم صدا چطور شده. مطمئنا خیلی صدا با کیفیت تر و بهتری از میکروفون خود گوپرو خواهد داشت. واقعا نمیدونم چرا میکروفون گوپرو انقدر ضعیفه و انقدر بیکیفیته. حالا گوپرو ما هم 11 تا 1 متر از آدم دور میشه، کیفیت صدا بسیار پایین میاد، صدای محیط رو خیلی به خودش میگیره و واقعا از گوپرو انتظار میرفت که واقعا با این قیمتی که داره یه میکروفون خیلی حرفه‌ای‌تر و خیلی قوی‌تری به کار ببره تو این قضیه، ولی متاسفانه واقعا حالا از نظر کیفیت فیلم برداری و عکس برداری بسیار فوق‌العاده است، بسیار قدرتمنده و باور نکردنی میتونه فیلم بگیره، ولی خیلی تعجب آوره که یه همچین دوربینی با یه همچین کیفیتی چرا باید میکروفونش انقدر ضعیف باشه. یعنی ما واقعا انتظارمون خیلی بیشتر از این بود از گوپرو. البته یه قابی واسه گوپرو خریدیم که حالا اورجینالش واقعا خیلی گرون قیمته، برای اینکه هی فیش اصلی گوپرو رو وصل نکنیم بهش که روی اون هم یه میکروفون داره. حالا اونو آنباکسینگ میکنیم، براتون فیلم برداری میکنیم، ببینید اون چطوریه. باید ببینیم واقعا گوپرو الان اون میکروفون اون قابه آیا واقعا به درد میخوره یا نه، چون خود دوربین که خیلی کوچولو و ضعیفه، اگر بیفته زمین و اینا دوچار مشکل میشه. حالا داریم امتحان میکنیم ببینیم که کدومش بهتره و حتما نتیجهش رو به شما اعلام میکنیم که آیا واقعا با کیفیت هست یا نه. یه چیز دیگه هم گفتم، ما یه پکیجی خریده بودیم از این میکروفونی که الان تو دست من هستش، رود وایرلس گو تو. اینو که میبینید یه دسته هست که شبیه میکروفونای خبرنگاریه، ولی فقط یه دونه به قول گفتنی سری داره و یه دسته خالی، هیچ چیز دیگه ای نداره. این اینجوری طراحی شده که اینو اینطوری فرو میکنید داخل این و همین به عنوان میکروفون از این استفاده میکنید. این هم میذارید رو این، اینطوری میشه که این تبدیل به این میکروفونی میشه که میتونید حالا یه باش گزارشگری کنید یا اینکه خواستید حالا تو مسافرتی جایی صحبت بکنید میتونید از این استفاده کنید. یه دونم پایه گرفتیم براش که این پایه به این صورته که حالا باید تنظیم بشه. اینو اینطوری روی این قرار میدیم، همونطوری که میبینید به راحتی دیگه میتونیم صحبت بکنیم و صدای خودمون رو داشته باشیم، چون دیگه نیاز وقتی این میکروفون رو وصل میکنی روی یقت صدای واقعی و صدای درست رو دقیق نمیتونه ضبط بکنه، چون تو وقتی مستقیم به میکروفونش وصل صدات میتونی صحبت کنی اونجوری خیلی صدا برداری قوی داره. وقتی میاد پایین تر یا میچرخه با این حال صداش خوبه، وجدانن صدای خیلی با کیفیتی داره، ولی وقتی میتونه جلو قرار بگیره و راحت باهاش صحبت بکنی، خب به طب خیلی راحت تر میتونی صدا ضبط بکنی و صدایی با کیفیت تری داشته باشی. اینم که برای باد، صدای باد رو میگیره، صدای وزش باد رو میگیره، مثلا کولر روشنه، صدای فن کامپیوتر هست، ولی همونطور که میبینید هیچ صدایی الان ضبط نمیشه از این صداهای بادی که وجود داره، مخصوصا تو طبیعت آزاد که دیگه هیچ. البته خود همین میکروفون یه سری صداگیر هم داره که خیلی حرفه‌ای طراحی شده، یعنی این صدای باد رو کاملا میگیره ولی
تأثیر زیادی رو صدای شما نداره. این خودش سه تا از اینا داره داخلش. این پکیجی که ما گرفتیم دو تا میکروفون داره. حالا ما گرفتیم اگر یه روز استرالیایی هم هست، ساخت استرالیاست، خوشبختانه ساخت چین هم نیست، چون واقعا من زیاد از محصولات تولید چین خوشم نمیاد، مخصوصا بعد از قضیه کرونا. حالا تستش میکنیم تو فضای باز، در حال دویدن، همه اینا رو تست میکنیم، فیلم میگیریم، براتون تو کانال میذاریم. خوشحال میشیم کانال ما رو سابسکرایب کنید و به مانتایز شدن ما کمک کنید، هم سابسکرایب و لایک یادتون نره. شب خوبی داشته باشید، با یه سری آنباکسینگ دیگه حتما خدمتتون خواهیم رسید. خدا نگهدار.